هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی در روز جمعه 12 ژانویه برابر با 22 دی ماه در خدمت شما هستم. ایمان سلیمانی امیری به همراه مهمان محترم برنامه خانم سبا لاله در بازشناسی باورها پیرامونه مطالب هفته پیشین. امروز هم بحث در مورد روانشناسی اجتماعی رو آغاز میکنیم. از درون خانه به سطح جامعه و امر سیاسی خواهیم آمد. اهمیت این موضوع از آنجاست که ما وقتی صحبت از انسان میکنیم گویی یک درک مشترکی از پدیده انسان داریم، اما رفتارها، کنشها، مراودات در جوامع کاملا متفاوته، نحوه ساخت اندیشه ها متفاوته. و این از کجا آغاز میشه؟ به چه شکلی آغاز میشه؟ عناصر تاثیرگذار بر آن در کجا هستند؟ ما در امر سیاسی همیشه به خصوص در دوران مدرن از انسان آغاز میکنیم، به خاطر اینکه کنش سیاسی یک انسان جدای از مواهب زیستی او نیست. آن چیزی که در زمینه دانش، عقاید، باورها و ساختارهای اجتماعی داره، از نحوه جامعه پذیری او در درون خانه گرفته تا سطح مدرسه، جامعهش، مشاغل مختلفی که داشته، دوستان و آشنایان، آنهایی رو که مطالعه کرده یا با برخورد و استنتاج به اون رسیده. همین دلیله که انسانی که ما امروز میبینیم در فرهنگهای مختلف، در گفتمانهای مختلف یا ایدئولوژیهای مختلف ویژگیهای خاص خودشون دارن. اساساً ایدئولوژیها و گفتمانها دست به ساخت سوژه ها میزنن، یعنی انسانهایی که معطوف و منعطف نسبت به یه گفتمانن، نسبت به یه ایدئولوژیان. به همین دلیل که انسان مسلمان با یک انسانی که غیر مسلمانه تفاوتهایی میکنه. ممکن است چیزهای خشمگین بشه که انسان دیگری اونگونه نباشه، یا بالعکس فرق نمیکنه، مناسبات او. در واقع این سوژه ساخته شده یک ایدئولوژیست، یک گفتمانه. رابطه بین سوژه ها رو تعیین میکنه، یعنی یک گفتمان سعی میکنه همون جور که یک سوژه مطلوب خودش، یعنی انسان مطلوب خودش رو میسازه، حالا ممکنه نام های مختلفی به او بده. مثلا به او بگه تو با این گفتمان مسلمانی، تو با این گفتمان ملیگرایی، تو با این گفتمان یک کمونیست هستی. اما روابط بین سوژه ها رو هم تعیین میکنه، یعنی دوست، آشنا، دشمن، نوع روابط. اینکه شما میبینید یک بانویی در درون یک جامعه اسلامی اگر شوهر خود رو میبینه با او رابطه خیلی راحتی داره، اما برادر شوهر رو وقتی میبینه مجبور چادری بر سر بکنه، روبندی بذاره، خودش رو در حریم خودش کنار بکشه. این روابط از کجا آغاز میشه؟ چگونه در درون یک جامعه تثبیت میشه؟ ایدئولوژی یا گفتمان واقعیت میسازه، یعنی دانش و معرفت میسازه. یک مسلمان خودش رو حق میدونه، احکام خودش رو حق میدونه، در اون تشکیک نمیکنه، در حالی که نسبت به احکام گفتمانهای دیگر ممکنه با دیده تمسخر نگاه بکنه که این روابط بین زن و مرد چه معنی داره، بسیار هم مسخره است. اما اگر همان درجه از مسخره و مضحک بودن رو در عقاید خودش ببینه، میبینید با او مواجهه بسیار سخت و سختی داره. چه بسا نافیان و کسانی که اون رو نفی میکنن رو هم به مجازات برسونه. بنابراین معرفت و واقعیت رو هم در درون گفتمان ها تولید میکنه. دیگر مسئله ساختارهاست، روابطی است که در درون نهادها شکل میگیره. نهاد خانوادگی که ما امروز در ایران داریم برگرفته از کدام گفتمان هاست، کدام اندیشه هاست، کدوم ساختار هاست؟ این موضوع به این خاطر اهمیت داره که اگر ما ریشه های انحراف رو نشناسیم، درگیر گفتمان های کاذب خواهیم شد. یعنی گفتمانی به ما نقشی رو میده که مناسب امروز نیست، به دنبال ساختن سوژه هایی هست از کودکان گرفته تا افراد بزرگتر که مناسب امروز نیستن.
مناسب ارزش های امروزی نیستن و در نتیجه جامعه به سمت و سوی خاصی میره که نتیجهش میشه همین وضعیتی که امروز ما داریم. پس شناخت انسان بسیار اهمیت داره و این از دوران کودکی آغاز میشه. گفتمان ها کارکرد هایی رو دارن، کارکرد هویتی دارن که به ما یه هویت میدن، مارکت های ارتباطی دارن که نحوه روابط ما رو نه در میان خانواده بلکه با دوستان در سطح کلانتر، در سطح جامعه، در امر سیاسی، چه در بعد داخلی چه در بعد بین المللی، این کارکرد در درون اون گفتمان ها شکل میگیره. همینطور کارکرد فکری ذهنی، این که ما اشخاصی هستیم که در عقاید گذشته و به خصوص دینی خودمون شک به خودمون راه نمیدیم، حاصل یک فرایند و مکانیزم ذهنی و فکری است. حاضریم براش آدم بکشیم بدون اینکه بیاندیشیم آیا این هویتی که به من داده شده، این نقش و ارزشی که به من داده شده، این مطالبه‌ای که از من هست واقعا درسته؟ یعنی گفتمان دینی یا ایدئولوژی دینی وقتی از من میخواد سر همسرم رو ببرم، سر پسرم رو ببرم، آیا باید بهش تن بدم؟ چگونه این مکانیزم ها در ذهن انسان ها نقش میبنده؟ این تعبیر آیزیا برلین تعبیر رسایی است که در گذشته انسان ها برای خدا آدم میکشتن، امروز برای اسم ها میکشن، حتی فرزندان خودشون. دلیلش بر سر این است که این ایدئولوژی ها یک مکانیزمی رو در ذهن ما جاسازی میکنه و ما رو انسانی میسازه که مطلوب اون ایدئولوژی یا گفتمانه. ما یک نور امیدی هم هست و آن این که ما در یک فرایند گفتمانی قرار داریم که با هم مبارزه میکنن. گفتمان هایی که عرصه های مختلفی دارن. یک زن جدای از بحث جنسیتش میتونه مسلمان باشه، در کنارش مادر باشه، در کنارش کارمند باشه، در کنارش نقش دیگری داشته باشه، یعنی عضو یک باشگاه ورزشی باشه. زمانی که امر اجتماعی به فرض مثال در انتخابات شرکت میکنه، کدوم یک از این گفتمان ها رو غالب میکنه؟ آیا به عنوان یک مادر رأی میده؟ آیا به عنوان کارمند رأی میده؟ آیا نگاهش بر سر اینه که من یک زن مسلمانم، بنابراین برم و به اون دیدگاه های دینیم رأی بدم؟ در حالی که هر کدام از اینا گفتمان های مختلفی دارن. در اینجا دیدگاهی که وجود داره اینه که آن گفتمانی غالب میشه که هژمونیک باشه، یعنی بتونه در تضاد با گفتمان های دیگر خودش رو غالب بکنه، خودش رو پیروز بکنه و ذهن یک سوژه رو به سمتی ببره که در میان 10 گفتمان مختلفی که وجود داره من دست به انتخاب میزنم. این از اون رو مهمه که ما این مکانیزم ها رو باید در ذهن بشناسیم، در درون خانه و خانواده و مدرسه و دوستان و محله و مشاغل مختلف و در بین همکاران گرفته تا امر سیاسی بشناسیم و بعد بتونیم قدم به مراحل بعدی بگذاریم. گفتمان دینی یکی از گفتمان های غالب در جامعه ماست و به بسیاری از جنبه های زندگی ما سر و شکل داده، برای ما هویت ساخته، نحوه ارتباطات ما رو تنظیم کرده و بر ذهن و افکار ما هم حکومت. در خدمت خانم سبا لاله عزیز هستیم. در مورد این مسئله بحث خواهیم کرد که این گفتمان غالب یعنی گفتمان دینی چگونه از درون خانه ها نقش خودش رو بازی میکنه و از پرده برون میاد. خانم لاله خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما، در خدمت شما هستیم. بفرمایید فرمایشات شما. مرسی، منم سلام میکنم هم به شما و همه همکارانتون و همه عزیزانی که صدای ما و تصویر ما رو دارن و خیلی خوشحال هستم که باز در کنارتون هستم تا بتونیم به این مبحث مهم بپردازیم. خب ببینید، هر کدوم از مطالبی رو که شما داشتید بیان میکردید، من با خودم تصور میکردم که چقدر میشه در هر رابطه با هر کدومش از اونها صحبت کرد، به دلیل اینکه مستقیم با فرد و روان فرد کار داشت و بعد اون فرد و روانش پیوند میخورد به روان جمعی جامعه و یه به هم پیوستگی هست که از لحظه تولد تا لحظه ای که چشم از این جهان بگیره این پیوستگی باهاش هست. به رابطه اشاره کردید، من یک نکته رو از بود روانشناسی بگم. ببینید، اصلا ما خود رابطه هستیم، یعنی ما نمیتونیم بگیم رابطه در زندگی ما نقش، ما این جمله رو میخوایم به صورت تمام و کمال بگیم که اصلا انسان رابطه است.
یعنی شما حتی اگر بخوایم تعریف فراتری ازش بگیم، حتی از لحظه ای که یک جنین در رحم مادرش هست، ارتباط رو با مادر شروع میکنه، تأثیرات مادر رو و اتفاقات اطراف رو به خودش میتونه بگیره. وقت از لحظه ای که به دنیا میاد با ارتباط شکل میگیره، یعنی با ارتباط با مادر، با پدر، با افراد خانواده و بعد با جامعه. یعنی اگر که شما ارتباط رو از یک انسان بگیرید، تمام نیست هستی اون فرد رو ازش گرفتید. و همون دلیل این مسئله خود روان فردی و خود روان جمعی است. یعنی مسئله رابطه یکی از مسائل مهم و اصلا خود فرد هستش. به همون خاطر ما به جور نمیتونیم بگیم که رابطه مثلا بخشی از زندگی ماست. رابطه خود زندگی ما هست، به دلیل اینکه ما به تمام این رابطه ها نیاز داریم. و به یک چند مدل از رابطه اشاره کردید، من میخوام برگردم به حالا به این مسئله رابطه و البته سعی میکنم در صحبتهای بعدیم حتما بهش اشاره بکنم که حالا این رابطه تا چه اندازه میتونه ما رو محدود بکنه و تا چه اندازه میتونه روی زندگی ما تاثیرات منفی داشته باشه، مخصوصا رابطه با جنس متفاوتمون که خب خیلی بهش اشاره کردید و خب منظورم از آن جنس متفاوت همون چیزی بود که شما به عنوان فردی که خب حالا معمولا در پایگاه های دینی به نام فرد نامحرم مثل برادر شوهر و یا اینجور مسائلی که بهش اشاره کردید نام میبره و حالا در ادامه برنامه حتما بهش میپردازم که بگم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر میتونه اثرات مخربی داشته باشه. ولی میخوام از اینجا شروع بکنم که اگر که خب من بخوام برگرفته از صحبت‌ها و برنامه هفته گذشتمون بگیم، خب ما در رابطه با یک سری باورها و مفاهیم ذهنی و روانی صحبت کردیم. خب یک تعدادی از مفاهیم رو گفتیم که اصلا چطوری در ذهن ما شکل میگیرن، اونها در کجای روان ما جای میگیرن و چطور زندگی ما رو هدایت میکنن و چه تأثیری در زندگی ما و چه کارکردی در زندگی ما داره. ما در برنامه قبل از اینها صحبت کردیم، ولی امروز من میخوام در رابطه با این مسئله صحبت بکنم که یکی از مفاهیم و باورهایی که مخصوصا برای ما در جامعه ایران بسیار نقش اثرگذاری داشت، اثرگذاری تخریبزایی داشت، یکی از باورهای دینی و مذهبی بود، مفاهیم دینی و مذهبی بود. خب شاید الان خیلی از افراد با من مخالفت بکنن که خب ما اصلا کلا سیستم مذهبی داریم، پایگاهمون پایگاه رسما مسلمان هستیم، پس موظف هستیم که خب اون شرایط و اون چارچوب‌هایی رو که در دین و مذهب هست رو انجام بدیم. ببینید من اینجا نمیخوام صحبت از این بکنم که خب اونها این حق رو دارن و یا ندارن. من صحبتم اینه که من میخوام اینجا یک سری ویژگی‌ها و یک سری علائم رو از پایگاه‌های دینی و مذهبی بگم و بعد برگردم یک سری از استانداردهای روانشناسی رو نام ببرم و بعد بتونیم به عنوان فردی که تفکر انتقادی داره، فردی که پرسشگر هست، برای چند بار از خودش بپرسه که این علائم و نشانه ها برای هر دو گروه چه چیزهایی هستن، چه چیزی رو میگن و کدومش میتونه مقبولتر و تأثیرگذارتر و کارآمدتر برای زندگی ما باشن. خب ببینید ما یک سری مفاهیم در پایگاه‌های دینی و مذهبی داریم. مثلا این که یک سری تفکرات رو به ما میدن، یک سری تفکرات بسته، یک سری داستان سرایی‌ها، یک سری اسطوره پردازی‌ها، یک سری مقدس انگاری‌ها رو برای ما یک پکیج آماده می‌کنن و به ما اونها رو ارائه میدن. و ما باید برگرفته از همونها تمام شرایط، موقعیت‌ها، رفتارها، واکنش‌های روانیمون رو برگرفته از اونها انجام بدیم. شاید الان خیلی‌ها بگن که نه ما می‌تونیم آزادانه عمل بکنیم. ولی اون باورها و اون مفاهیم که مذهبی که دارم میگم در همون مهمترین بخش روان ما جای گرفته که ما چه اطلاع داشته باشیم چه نداشته باشیم، بسیار از واکنش های روانی ما رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. که هزاران هزاران بار شاید اگر من بگم این مثال رو و این شرایط رو هر کدوم از ما به عنوان مرد و یا زن بودن اونها رو تجربه کردیم. اینکه خب زمانی خواستیم وارد اصلا رابطه با جنس متفاوت خودمون بشیم، درگیر یک سری احساسات سرزنشگری شدیم، درگیر یک سری احساسات شرم شدیم. زمانی که خواستیم از نیازهای عاطفی و جنسیمون صحبت بکنیم، درگیر یک سری احساسات شرم شدیم، احساس گناه کردیم. اینها به اون دلیله که ما برگرفته از یک سری باورهای دینی و مذهبی داریم پیش میریم. و اگر حتی گاهن اون باورها رو
نادیده بگیریم و بگیم که ما به اونها باورمند نیستیم، ولی به دلیلی که اون مفاهیم در روان ما جای گرفته، تا سالهای سال میتونه این احساس گناه و این احساس شرم رو به فرد وارد بکنه. من معمولا خب چون در سالهای ابتدای کارم بیشتر کارم با کودک و نوجوانان بود، خب بسیار چیزهایی رو میدیدم که چقدر کودکان مخصوصا و نوجوانان یک سری احساسات شرم و احساسات گناه رو با این مسئله داشتن. حالا به صورت واضح و مشخص میگم، مثلا زمانی که کودک وارد مدرسه میشه، خب 7 سالش میشه و وارد مدرسه میشه، خب بالاخره حالا در طول مدرسه و یا حالا در ارتباطاتش معمولا با پسرخاله، با پسر عمه و یا حالا افراد با این نسبت، با این نسبیت خب حالا روبرو میشه، ولی به دلیل اون تفکراتی که در خانواده کسب کرده و به دنبال اون با یک سری تفکراتی که در مدرسه کسب، از همون لحظه اون فرد یک فرد نامحرم میدونه، یعنی پسردایی پسر عمه یک فرد نامحرم هستن که خب من نباید ارتباط با اونا بگیرم. من فکر میکنم با بارها و بارها این جمله رو از والدین شنیدیم که خب مثلا اگر ببینن دختر خاله ها و پسر خاله ها دارن بازی با هم میکنن، میان مثلا میگن که دخترها برن با دخترها بازی کنن، پسرها برن با پسرها بازی کنن. فکر نکنم کسی، حالا کمتر کسیه که بگه من این تجربه رو در دوران کودکی ندارم. شاید امروز به صورت گسترده انجام میشه، ولی انجام شدن اون هم در حال حاضر محدودیت داره. ولی خب برگردم به این جمله که در رابطه با ویژگی های باورهای مذهبی و مفاهیم مذهبی صحبت کردم، که یک سری مفاهیم بسته ای رو به ما میده و یک سری الگوهای بسته ای رو به ما میده. مثلا چند تا الگو به عنوان چند تا اسطوره به ما میده و ما رو مجبور میکنه که در تمام طول زندگی از این الگوها باید، از این مفاهیم باید الگو برداری بکنیم، با این الگوها باید همانند سازی کنیم. مثلا دختران 2 یا 3 مدل از الگو سازی های مادرانگی دارن که باید از اونها الگو برداری کنن. مردان هم اگر بخوان یک سری ویژگی های مورد قبول پایگاه های دینی داشته باشن، چند اسطوره دارن در پایگاه های دینی که باید مبنی بر اونها عمل بکنن. غیر از این اگر باشه یا از سمت جامعه طرد میشن و یا مورد سرزنش و تحقیر قرار میگیرن. ولی چیزی که در ما در استانداردهای روانشناختی داریم مسئله پویا بودنشه. مسئله پویا بودن برای ما خیلی مهمه، چون ما باورمند بر این هستیم که در علم روانشناسی مراحل رشد بسیار پویا هست، ولی در برابر اون پایگاه‌های دینی کاملا ثابت هستن. یعنی اولین تضادیه که این دو دارن. یکی از مهمترین مسائلی که من میخوام امروز بهش بپردازم و نکته خیلی مهم هست، آموزش‌هایی که در روانشناسی از پیش زمینه های رشد فردی، توسعه فردی و توسعه اجتماعی هست، متاسفانه در پایگاه های دینی و مذهبی یا رد شدن به صورت کامل یا در تضاد هستن و یا با همدیگه منافات دارن. اینجا مسئله ایه که خب ما به عنوان یک متخصص، به عنوان یک روانشناس، باید بر مبنای اون سلامت روان و نیازهای اولیه کار بکنیم. برای مثال من به صورت شاید واضح و روشن بگم که حالا گفته هم شاید حالا روشنی بیشتری داشته باشه. ما در روانشناسی یک مبحثی داریم بسیار بسیار مهم هست که اون آموزش خودمراقبتی جنسی و یا تربیت جنسی هست. آموزش خودمراقبتی جنسی و تربیت جنسی یکی از پیش زمینه های اصلی در آموزش های کودکان و نوجوانان هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون کودک در اون فضا یاد میگیره که بتونه به راحتی مهارت نبگه. عزت نفس کودک در اون افزایش پیدا میکنه. کودک در اون مهارت ها به صورت تمام و کمال و به صورت بی قید و شرط به پذیرش میرسه. کودک یاد میگیره با نیازهای جنسی و جنس متفاوت خودش چطوری بتونه رابطه برقرار بکنه، چطوری بتونه همدلی بکنه، همراهی بکنه، باهاش یک رقابت سالم داشته باشه. اینا چیزیه که، و چطور بتونه حتی از خودش، از بدن خودش مراقبت بکنه. ولی ما چیزی که در پایگاه‌های دینی و مذهبی داریم با آن چیزی که ما متاسفانه در این آموزش داریم کاملا در تضاد هستش. یعنی آن چیزی رو که ما داریم این که کودک بی‌قید و شرط پذیرفته نمیشه. کودک باید در یک چارچوب‌های پسر خوب و بله خوب باشه که ما در برنامه قبل هم بسیار ازش بهش اشاره کردیم باشه. دختر هم باید در یک سری چارچوب‌های خاص قرار بگیره، مخصوصا زمانی که به سن تکلیف میرسه و یک سری وظایف دینی و مذهبی بر عهده‌اش قرار میگیره، باید اونها رو انجام بده. خب پسر هم وقتی به یک سن خاصی میرسه،
یه سری وظایف رو داره که باید اونها رو انجام بده. خب این اولین چیزیه که ما اون رو میتونیم ردش بکنیم. حالا در کنار این که خب یک سری تفکرات ایستایی هم داره که کنجکاوی و پرسشگری رو از کودک سلب میکنه. در رابطه با خود مراقبتی جنسی، خب من در سالیان گذشته با بسیار از خانواده ها کار میکردم. حتی من با خانواده هایی کار میکردم که شاید از نظر فرهنگی و یا از نظر اجتماعی در سطح نسبتاً بالایی هم بودن. بسیار بسیار این مطلب رو میدیدم که اون باورهای مذهبی با اینکه به اون کلاس ها می اومدن، به اون کارگاه ها می اومدن که بتونن این آموزش ها رو برای فرزندان خودشون داشته باشن، بارها و بارها می دیدم که وقتی با دو یا سه مورد از خودمراقبتی جنسی روبرو می شدن، باهاش یا مقابله می کردن یا در برابرش مقاومت می کردن و یا اصلا به صورت کامل باهاش مخالفت می کردن. من می خوام به صورت واضح یک موردش رو بگم، چون شاید البته نمی خوام به صورت خیلی تخصصی واضح بکنم، ولی چون موضوع خیلی مهمی هست برای من می خوام بهش یک اشاره مستقیم بکنم. ما یک مسئله در خودمراقبتی جنسی داریم که خب پایگاه های دینی و مذهبی نه تنها اون رو رد می کنن، بلکه کاملا در تضاد با اون هست. اون هم مسئله خودتحریکی و خودارضایی در کودکان و نوجوانان هست که ما این رو در دوره خودمراقبتی جنسی و تربیت جنسی این رو به کودکان آموزش نمیم. ما آموزشی در کار نیست که به کودک این آموزش رو بدن، بلکه به کودک یاد میدن با بدن خودش آشنا بشه، با اندامهای جنسیش آشنا بشه، از اندامهای جنسی شرم نکنه، اندامهای جنسیش رو اندامهایی بدونه که مثل تمام اعضای بدنش میتونه کاربردهای درست و مناسبی داشته باشه و در کنار این آموزش میتونه از اونها محافظت بکنه. ولی خب چیزی که ما در فضاهای متاسفانه تربیتی اسلامی میبینیم این مسئله رو کاملا رد میکنه. من بسیار در حالا این برنامه ها و یا حالا پکیج هایی که برای آموزش های کودکان و نوجوانان در حالا بود اسلامی شرکت میکردم و یا حالا به دستم میرسید، بارها میدیدم که کاملا خانواده ها رو میترسوندن. و ما داریم این مسئله رو که مثلا کودک و یا نوجوانان به هیچ عنوان به این سمت نباید بره و اگر دیدید سعی بکنید کاملا کودکتون رو از اون فضا دور بکنید. معمولا یک احساس گناهی به کودک میدن، یک احساس شرمی به کودک میدن که بتونه از این عمل دوری بکنه، در صورتی که از بود روانشناسی کاملا این مسئله پذیرفته شده است و تا زمانی که نتونه یک اختلال کارکردی و یک اختلال عملکردی برای کودک و نوجوان داشته باشه، به هیچ عنوان نمیتونه یک مسئله آسیب‌زا باشه. بلکه اتفاقا اگر ما بتونیم در این شرایط آموزش‌های درست رو بدیم، کودکان به صورت کاربردی از این مسئله استفاده میکنن. یعنی چی به صورت؟ یعنی یاد میگیرن که با هر اعضای بدنشون به درستی بتونن اعضای بدنشون رو به درستی ازش استفاده بکنن، نه اینکه اونها باعث شرم بشن. من خودم به شاید مثال خودم رو بزنم که حالا جزی از بچه های دهه 60 هستیم. ما دختران اون دوران من شاید هنوز بگم که با خیلی از دوستان خودم، از همدوریان خودم صحبت میکنم، بسیاری بسیاری از زنان همدورگیای من هنوز از گفتن اندامهای جنسی خودشون شرم دارن، هنوز از گفتن حتی رابطه جنسی شرم دارن و حتی اون رو باعث تحقیر و سرزنش خودشون میدونن. خب این یک حجم بسیار زیاد و یک بار روانی برای زنان داره. میخوام این رو بگم که بدونید حتی در تا چه زمانی اون تحقیرها و سرزنش ها میتونه در دوران بزرگسالی هست. من یادمه شاید حدود 4-5 سال پیش یک کارگاهی رو که برای خانواده ها داشتم، بسیار از مادران در اون کارگاه به من پیشنهادهای خیلی جالبی میدادن. به من میگفتن شما نباید برای بچه هامون بذارید، شما ابتدا باید برای خودمون بذارید که ما بتونیم این احساس پذیرش رو ابتدا برای بدن خودمون بگیریم، برای خودمون بگیریم، بعد بتونیم اینها رو، این آموزش رو به فرزندانمون بدیم. واقعا این نکته برای من خیلی مهم بود که واقعا چقدر درست میگن. واقعا ما باید ابتدا پدر و مادرها رو و والدین رو بتونیم از این احساس شرم، از این احساس تحقیر که در دوران کودکی به بسیاری از حالا این مسائلی رو که ما در پایگاه دینی داریم، باید
آگاه بکنیم و بعد از اونها بخوایم از این آگاهیشون استفاده بکنن که فرزندان آگاهی داشته باشن. من البته سعی کردم خیلی کوتاه به این مسئله بپردازم، خیلی نخواستم به صورت تخصصی و یا خیلی مسئله رو بازش بکنم، ولی خواستم همین مسئله رو، این مسئله رو بهش اشاره بکنم، چون یکی از چالش‌های بسیار زیادی از خانواده هست، حتی خانواده‌های مذهبی، حتی خانواده‌هایی که باورمند هستن بسیار در این مسئله چالش دارن، ولی متأسفانه به دلیل اون باورهایی که دارن همیشه رفتارهایی پر از تحقیر و پر از سرزنش برای کودکان داره که اتفاقا اون رفتارها میتونه این مسائل رو برای کودکان پر آسیب بکنه. بله، ممنونم از شما. با توجه به اینکه حدود 4-5 دقیقه دیگه برای آگهی ها خواهیم رفت و برمیگردیم، یه نکته رو عرض میکنم چون مهمه، اما میخوام صحبت پیرامون اون رو به بعد از آگهی ها واگذار بکنیم. به نقش دین اشاره کردید و به مسائلی که سعی میشه در درون خانواده ها به عنوان ارزش ها، نقش ها، تابو ها جایگزین بشه. اثرات مخربش گاهی از همان دوران کودکی در ذهن ما هست. به عنوان مثال، مسائل دینی، همین قصص و داستان هایی که شما میفرمایید، بسیار ساده اند و در ذهن کودکان خیلی قشنگ نقش میبنده. یعنی عینی سازی میشه داستانهای متعددی که از آدم و حوا گرفته تا بقیه آنها اشخاص و انبیا و رسولان و امام. خب کودک اینها رو در ذهن خودش خیلی راحت میپذیره، چون فلسفی نیستن، قصه گونن. در کنار این یک مفهومی وجود داره به نام مقدس که کار رو برای تشکیک و زیر پرسش بردن محدود میکنه. یعنی یک کودک یاد میگیره که خب من خیلی از واقعیت ها رو دارم، دانش ها رو دارم، اما یه بخشیشون خیلی مقدسن. یعنی اگر من بتونم در برابر دیگر معرفت و دانش هایی که به من از طریق گفتمان های دیگر داده شده چون و چرا بکنم، در مورد این بخش نمیتونم چون و چرا بکنم. بنابراین در ذهن کودک همیشه جایگاه برجسته ای رو در واقع تشکیل میدن و حتی در دوران بلوغ هم شما میبینید همین مسئله وجود داره، به عنوان اینکه اینا مقدسن، شاید من اینها رو قبول ندارم اما مجبورم رعایت بکنم. و در کنارش مجازات های وحشتناکی که براشون در نظر گرفتن. ببینید، ما در قصه های دینی کم نداریم به تصویر کشیدن قیامت رو، جهنم رو، جایی که زنان رو از موها آویزون میکنن. و یک شخص میگه خب اینا برای چی دارن مجازات میشه؟ میگه اینها چون روسری سرشون نکردن، چادر سرشون نکردن، حجاب رو رعایت نکردن و خدا اینها رو از طریق موهای سرشون آویزان کرد. یا زنان دیگری به خاطر اینکه روابط خاصی داشتن دارن به این نحو مجازات میشن. این داستان ها، این نوع مجازات ها وقتی در ذهن کودکان نقش ببنده و متاسفانه والدین هم در اون نقش بازی کنن، بیرون آوردنش خیلی دشوار، چون همون والدین هم با همون سیستم به نوعی بزرگ میشن، رشد پیدا میکنن و میان جلو. یکی از جالبترین مسائل اینه که در دوران رنسانس، که این هنر یونان باستان در بند روم البته به تصویر کشیده میشد، مجسمه های اوریان رو شما میدیدی که تمام اون زیبایی های بدن یک مرد یا یک زن رو به تصویر میکشیدن، مجسمه سازان، نقاشان و خیلی های دیگر. و همین سبب خشم کلیسا بود که چرا این تصاویر از نظر اونها مستهجن باید پخش بشه. و یک تعبیری که از پیکاسو است که اشاره میکنه هنر با عفت سازگار نیست. یعنی ما حتی امروز هنر رو هم با عفت معنا میکنیم و عفت رو به عنوان یک ارزشی که حاکم بر هنر هست میبینیم. خب این نقش ها چه ما بخوایم چه نخوایم اثر مخرب خودش رو بر کودکان میگذاره، اونها رو سر و شکل میده. با ساده سازی کردن مجازات ها، ترس، وحشت، ارزش‌ها و نقش‌ها، یک کودک به همون شکل بزرگ میشه. و متاسفانه ساختارهایی مثل مدرسه، آموزش و پرورش، محیط‌های همسان دیگر، از این کودک یک انسانی می‌سازه که اون باورهای دینی رو در حد اعلای باورها و گفتمان‌های دیگه قرار میده و در واقع همون شکلی که من عرض کردم در ذهنش یک هژمونی ایجاد میشه. ما میریم به آگهی ها و بعد برمیگردیم. در این مورد کمی صحبت خواهیم کرد که واقعا این نقش مخرب دین تا چه اندازه از همان ابتدا میتونه تابوها و دستبندی های خاصی رو سبب بشه.
یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه ایتالیا، فرانسه، دیدار از شهرهای زیبای پاریس، ونیز، فلورانس و روم، اقامت در هتل‌های فرست کلاس، دیدار از اماکن تاریخی و خرید از معروف‌ترین دیزاینر آوتلت. تاریخ حرکت 15 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته جیل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به بینندگان گرامی، شرکت جیل ویز ضمن تبریک سال نوی میلادی تخفیف ویژه ای را به هموطنان عزیز ارائه می دهد. اشتراک 12 ماهه اپ جیل ویز بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. این تخفیف های ویژه تا تاریخ 15 ژانویه 2024 و فقط برای مشترکین جدید می باشد. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه فرمایید. گروه شرکت‌های گل لاین در شهرهای بزرگ دنیا نماینده فعال می‌شود.